السلام علیکم بیننده های عزیز و گرامی. برنامه تلویزیونی اخبار از تلویزیون تاجیکستان با تازه‌ترین خبر و گزارش‌ها منظور شما می‌نماییم. امروز در قصر ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه الکسی اورچوک را که با سفر کاری به تاجیکستان تشریف آورده است به حضور پذیرفتند. در آغاز صحبت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از تعیین گردیدن الکسی اورچوک به حیث همرئیس کمیسیه مشترک بین حکومت تاجیکستان و روسیه اوید به همکاری های اقتصادی اظهار قناعتمندی نموده، اهمیت فعالیت هماهنگ شده و ثمرانوکی این مکانیزم مهم تنظیم و پیشبرد مناسبت های جانب ها را در عرصه های مختلف همکاری ها تأکید کردند. وابسته به این در رفت صحبت مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبت های شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه مورد بررسی قرار داده شدند. تأکید شد که مسائل وابسته به تحکیم و توسعه همکاری های گوناگون جنبه با شریک کلیدی استراتژی فدراسیون روسیه در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاه خاصه داشتند و خواهند داشت. جانب ها ضمن ملاقات یک قطار مسئله های مبرم روزنامه مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و روسیه و ضرورت ادامه تلاش های جانب ها را جهت توسعه بخشیدن و جنبه تجارتی و اقتصادی آنها مورد توجه قرار دادند. ساحه های انرژتیکا، کارکرد معدن ها، کمپلکس اگروصنعتی و دیگر ساحه های بخش واقعی اقتصادی تاجیکستان به حیث سمت های آینده دار مناسبت های دو جانبه ارزیابی شدند. به مسئله های مهاجرت مهنتی از جمله به تقویت حمایت حقوقی و اجتماعی مهاجران مهنتی، حفظ و توسعه فضای عمومی معنوی و فرهنگی مردمان هر دو کشور توجه لازمه جلب شد. در برابر این تأمین مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان با آموزگاران زبان روسی، کتاب و واسطه های تعلیمی، اینچنین در کشور توسعه بخشیدن و شبکه های مکاتب تحصیلات میانه به زبان روسی همچون مسئله های مبرم روز قید گردیدند. در جریان صحبت اینچنین دیگر مسئله های مورد توجه جانب ها محاکمه گردیدند. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مقامات سودی، پراکراتورا، واحدهای ساختاری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه های ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان تغییرات کادری به عمل برآوردند. با فرمان های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیسان سودهای ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، شهر نورک و ناحیه مومن آباد ولایت ختلان، معاونان رئیسان سودهای ولایت ختلان، شهرهای باختر و وحدت از حساب کادرهای صاحب تجربه مقامات سودی تعیین گردیدند. در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پراکروران ناحیه‌های کوشانیان، خراسان و شهری توسی ولایت ختلان، شهر اسفرا و ناحیه اسپیتامن ولایت سوغ، ناحیه تاجیک‌آباد و پراکرور گارنیزون حربی ناحیه رشت تعیین گردیدند. با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، بابازاده حکیم‌شاه رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک، امیرزاده عارف دایرکتور اینستیتوت مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، نوردین زاده سعید جمال الدین دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر کولاب، دولت قدم بختاور دایرکتور مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب اینترنت جمهوریوی در ناحیه روشنی ولایت مختار کوهستان بدخشان و عزیزی زیبونیسا معاون دایرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تعیین گردیدند. با امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هاشم زاده دوران سردار ریاست کارگزاری و نظارت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و صاحب زاده محمد جان معاون یکم دایرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. ضمن صحبت با کادرهای به وظیفه های مهم و مسئولیتناک تعیین گردیده سردار دولت تاکید نمودند که سیاست پیشگرفته دولت و حکومت مملکت با بهداشت سطح و صفت زندگی مردم، تأمین ولایت قانون، عدالت اجتماعی، مبارزه بر ضد همه گونه ظهورات نامطلوب و عنصرهای برای جامعه بیگانه، رعایت برابر اجرای قانون و برنامه های دولتی در مملکت روانه گردیده برای تطبیق این هدف های سازنده از هر یک شما مهنت صافدلانه و فعالیت در چهارچوبه طلبات آیین‌نامه‌ای طلب کرده می شود.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз қонуншиканӣ, даст ба ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ задан ва содир намудани рафторе, ки шаъну шарафи корманди мақомоти прокуратура ва судиро доғдор менамоянд, мисолҳои мушаххас оварда, ба раиси суди олӣ ва прокурори генералӣ дастури қатъӣ доданд, ки бо гузаронидани санҷишҳои тахассусӣ ва омӯзиши фаъолияти ҳар як корманди соҳа, сафи мақомоти судӣ ва прокуратураро, ки аз шохаҳои муҳими давлатдорӣ ба ҳисоб мераванд, аз шахсони тасодуфӣ тоза намоянд. Худатон дар ҷомеа намунаи ибрат бошед ва барои таъмини волоияти қонуну тартибот кӯшиш ба харҷ диҳед, таъкид намуданд пешвои миллат. Робитаи наздик бо мардум, таҳлилу баррасии одилона ва касбии ҳар як парвандаи ҷиноятӣ, таъмини баробари иҷрои қонунҳо, боло гузоштани манфиатҳои давлату миллат аз вазифаҳое буданд, ки дар назди роҳбарон ва мутахассисоне, ки ба вазифаҳои масъули хизмати давлатӣ таъин гардиданд, гузошта шуданд. Дар иртибот ба авзои печидаву пешгӯи нашавандаи минтақа ва ҷаҳон, роҳбари давлат таъкид намуданд, ки мубориза ва пешгирӣ аз ҷиноятҳои фаромиллӣ, терроризму экстремизм, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои дорои ақидаҳои ифродгароёна, ҷудои андоз, халалдоркунандаи субуту амнияти ҷомеа аз вазифаҳои аввалин дараҷаи ҳар як корманди ҳифзи ҳуқуқу тартибот ба ҳисоб рафта, дар ин самт бояд муборизаро ҷонок намуд. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин ва озод намудани судяҳо. Мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назарзода Абдуҳанон Худойназар, раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Аҳёзода Шамсулло Салим, муовини раиси суди вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи раиси суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод карда шавад. Муҳиддинзода Сайфиддин Сало, муовини якуми раиси суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Раҳмон Ҷурахон Қурбоналӣ, раиси суди ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. Сафарзода Маҳинабону Файзулло, раиси суди шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин гардида, аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Усмонзода Шоғуфрон, раиси суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд таъин гардида, аз вазифаи раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Раҳмонзода Малоҳат Соле, муовини якуми раиси суди шаҳри Ваҳдат таъин гардида, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. Олимзода Улфат Розиқ, бо сабаби расидан ба сини ниҳоӣ дар вазифаи судя будан, аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон. Ашурзода Алишер, аз вазифаи раиси суди ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон. Бекзода Абдуррахим Абдулло, аз вазифаи раиси суди ҳарбии гарнизони Хуҷан. Раҳимзода Абдусалим, аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе, бо сабаби ба охир расидани муҳлати вакола дар вазифаи судя будан озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 13 августи соли 2020. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бобозода. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад бо сабаби табдил додани муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноат Содирот Бонк, Бобозода Ҳокимшоҳ Ҷурахон аз вазифаи директори муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Кобулиев. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад
Кобулиев Зайналобуддин Валиевич, бинобар сабаби ба кори дигар гузаштанаш, аз вазифаи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон. Амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддинзода Субҳиддин Эҳсо бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон, шаҳри Душанбе, 13 августи соли 2020. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноат Содиротбонк таъин намудани Бобозода. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Бобозода Ҳокимшо Ҷурахон, раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноат Содиротбонк таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъин намудани Амирзода. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Амирзода Ориф Ҳамид, директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори муассисаи давлати таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб таъин намудани Нуриддин Зода. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Нуриддин Зода Сайдҷамолиддин Ҳайдар, директори муассисаи давлати таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати Ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани давлат қадам. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Давлат қадам Бахтовар Саодат қадам, директори муассисаи таълимии давлатии мактаб-интернати Ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи соли 2020 дар бораи муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин намудани Азизӣ. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Азизи Зебонисо Муроталӣ, муовини директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон. Амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибзода Муҳаммадҷон Маҳмадалӣ, муовини якуми директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон, шаҳри Душанбе, 13 августи соли 2020. Амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошимзода Даврон Додоҷон, сардори раёсати коргузорӣ ва назорати дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон, шаҳри Душанбе, 13 августи соли 2020. Амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Сунъатулло, муовини сардори раёсати хоҷагии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон, шаҳри Душанбе, 13 августи соли 2020. Имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи байни ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия Қоҳир Расулзода, ҷаласаи навбатии комиссияи байни ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ баргузор гардид. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим аз рафти баргузории ҷаласа гузориш медиҳанд.
در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه اوید به همکاری های تجارتی اقتصادی برگزار گردید. قبل از آغاز کاری جلسه همرئیسان کمیسیه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه اوید به همکاری های تجارتی اقتصادی سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده با معاون رئیس حکومت فدراسیه روسیه الکسی اویرچوک ملاقات نموده مسائل مربوط به کار جلسه و حالت کنونی همکاری های بین حکومتی تاجیکستان و روسیه را مورد بررسی قرار دادند. در جلسه نوبتی کمیسیه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه اوید به همکاری های تجارتی اقتصادی وضع کنونی همکاری های تجارتی اقتصادی تاجیکستان و روسیه و دورنمای آن در شرایط پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس مورد بررسی قرار داده شد. با نتیجه گیری از مهمیت سفر رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با فدراسیه روسیه در سال 2019 تاکید گردید که این سفر برشت منبعده مناسبت های بین دولتی در ساحه های گوناگون زمینه واقعی گذاشت. جانب ها از رشد بیمیلان همکاری های تاجیکستان و روسیه در ساحه های کلیدی از جمله کمپلکسی انرژتیکی، صنعت، نقلیات و کشاورزی اظهار قناعتمندی نموده اظهار داشتند که در برابر پیشروی ها در گردش مال و محصولات بین دو دولت تمایل کاهش‌یابی به نظر می رسد. از جمله حجم گردش مال و محصولات بین دو دولت در 6 ماه اول سال 2020 به 492.7 میلیون دلار رسیده است که نسبت به همین دوره سال 2019 0.1% کم می باشد. دایر به تقویت همکاری در دوره پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس و کاهش دادن تاثیر آن به اقتصادیات دولت ها فکر و ملاحظه ها و تکلیف و پیشنهادهای سودمند بیان کرده شد. در کار جلسه دایر به 4 سمت مهم همکاری های تجارتی اقتصادی، همکاری ها در ساحه های مالیه و بانکداری، تندرستی و فرهنگ تبادل افکار کرده شد. در ساحه تجارت و اقتصاد، مالیه و بانکداری، تأمین رشد همکاری های بین منطقه ها، اقتصادیات رقمی، بهتر گرداندن نشاندهنده های سودای خارجی، جلب سرمایه روسیه به اقتصادیات تاجیکستان و تقویت عملیات های مشترک بین بانکی از سمت های افضلیتناک ارزیابی کرده شد. У нас состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Мы охватили очень широкий спектр вопросов в области образования, культуры, промышленного строительства, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, взаимодействия в сфере фитосанитарного контроля, поддержки сотрудничества между таможенными органами наших стран. И во всех вопросах у нас налажено очень хорошее взаимодействие на самом деле. В принципе, эту возможность мы прежде всего использовали для того, чтобы, вы знаете, в условиях пандемии коронавируса произошло определенное снижение частоты контактов, это объективно. Поэтому, когда вот сейчас начали открываться эти возможности, мы, конечно же, их используем для того, чтобы еще раз встретиться с коллегами, пройтись по всей повестке и посмотреть те вопросы, которые у нас есть, для того, чтобы их оперативно решать. Тавре таъкид карда шуд, рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи тандурустӣ дар шароити паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар пешгирӣ аз хуруҷи мавҷи дуюми ин беморӣ мусоидат карда, барои табодули таҷрибаи байни ҳамдигарии кормандони соҳа шароит фароҳам меоварад. Дар охири кори ҷаласа, доир ба баргузории ҷаласаи 17-уми комиссияи байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федерасияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. Имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи ҷаласаи навбатии комиссияи байни ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федерасияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ дар мавзӯи ҳамкории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федерасияи Россия дар самти ҷорӣ намудани низоми электронӣ дар соҳаҳои андоз, гумрук, энергетика ва рушди соҳибкорӣ ҳамоиш баргузор гардид.
در دایره همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه ساحه های مهم و افضلیتناک از جمله انرژتیکا، انداز، گمرک و بخش خصوصی نیز رشد و توسعه می‌یابد. در دایره جلسه نوبتی کمیسیای بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری های تجارتی اقتصادی امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان جمع آمد دایر گردید. در همایش معاون سروزیر مملکت عظیم ابراهیم، معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه الکسی اورچوک و نمایندگان وزارت و اداره های داخلدار جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اشتراک و سخنرانی کردند. طور تاکید گردید دوام سالهای اخیر در دایره همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه بخش های مهم اجتماعی و اقتصادی گسترش یافته، در سمت جاری نمودن نظام الکترونی در ساحه های انداز، گمرک، انرژی و رشد صاحبکاری قدم های استوار گذاشته شد. در جمع آمد از جانب اشتراکداران مسئله ها در باره تجربه کشورها در تطبیق نظام الکترونی بخش خدمت‌رسانی دولتی در ساحه های انرژتیکا، اندازبندی، گمرک، رشد تجارت و سیاحی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در قسمت تطبیق سیستم الکترونی مخمود اندوز هم فدراسیون روسیه هم جمهوری تاجیکستان معرفی کرده شدند. دویر به مسئله جوری نمودن سیستم الکترونی تشکل مخزن معلومات و خدمت رسانی الکترونی به اندوز خوانندگان بسیار معلومات وسیع داده شد. در دویره سوشنومه بین حکومتی مخمود اندوز دو دولت اوید به تبادل الکترونی معلومات همکاری دارند و منتظم در شکل و ترتیب مقرر شده هم از جانب فدراسیون روسیه و هم از جانب مخمود اندوز جمهوری تاجیکستان تبادل معلومات در شکل الکترونی برام مونده است. در برآمدی که از جانب نماینده مخمود اندوز فدراسیون روسیه قید شد، امروز امکانات و شرایط تکنیکی برای وسیع نمودن همکاری و اینچنین جوری نمودن خدمت رسانی نو هم در سیستم الکترونی بین مخموتو پیش بینی کرده است که در آینده و ترتیب همکاری و آموزش تجربه دو دولت بین مخموتو چنین شکل الکترونی برهمونده میشوند. در همایش همزمان اوید به دسترسی خدمت رسانی الکترونی دولتی در فدراسیون روسیه، خدمت رسانی الکترونی در نظام اندوز جمهوری تاجیکستان، تکنولوژی رقمی و الکترونی در نظام گمرک و دیگر مسئله های مهم در سمت رشد ساحه انرژتیکا و بخش خصوصی محاکمه گردیدند. جانب ها آمادگی خود را جهت گسترش همه جانبه و استفاده ثمره بخش همکاری دو جانبه در مسئله های مورد توجه طرفین اظهار نمودند. امروز شاعر محبوب مردم تاجیک، مؤلف سرود ملی تاجیکستان، شاعر خلق تاجیکستان و دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گلنظر کلدی در سن 75 سالگی از عالم درگذشت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان به اهل خانواده و نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق بیان نمودند. بیننده‌های عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در ادامه سفری کاری به شهر ناحیه وادی رش، معاون سروزیر مملکت شیرین اسمت‌الله‌زاده در ناحیه رش با شرایط و فعالیت روزمره مؤسسه‌های تعلیمی و طبی ناحیه شناس شد. معاون سروزیر مملکت از جمله در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 در دهه 99 که جماعت دیهات قلعه سرخ ناحیه رش با جریان آمادگی‌ها به سال نو خوانی شناس گردید. همزمان معاون سروزیر مملکت از کالج طبی ناحیه رش و دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رش بازدید به عمل آورد. ضمن سفر کاری معاون سروزیر مملکت همچنین با فعالیت بیمارخانه سیریاتی ناحیه رش شناس شد. با مقصد پیشگیری بیماری سیریاتی کووید 19 در نزد بیمارخانه منطقوی جماعت دیهات به نام نصرت‌الله مخصوم شعبه بیماری های سیریاتی دارای 30 کت ساخته شده است که با تمام لوازمات ضروری تامین بوده برای قبول بیماران پوره آماده می باشد. پس از بازدید و شناسایی از مؤسسه
تعلیمی و تبابتی در نوحیه رش با اشتراکی معاونی سروزیری مملکت شیرین اسمت‌الله‌زاده اوید با پرزور نموندنی تدبیرهای زید اپیدیمیالوگی جیهتی پیشگیری از پنشوی بیماری سریعتی کرونا ویروس و تقویتی کارهای امودگی با سولی نوی خونش جلسه کوری دوی گردید. معاونی سروزیری مملکت مسئولان سوها رو برای اندشیدنی تدبیرهای ایلاوگی در سمت تامینی سولیمی جمعیه و بهتر و خوبتر نمودنی سطح و صفتی تعلیم و تربیه و اجرای سری وقتی دستور سپوریش های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وظیفه دار نمودند. با نظر داشتی آنکه رشد منظم اقتصادیات کشور را به تشکیل انفراساختار زمانوی از جمله انفراساختار نقلیاتی و کامونیکاسیونی تأمین نمودن غیر امکان است، برای بنیاد راههای دارای اهمیت منطقوی و بین المللی در تاجیکستان لایحه‌های زیادی سرمایه گذاری عملی کرده شدند. نوسازی راه دوشنبه چنوق از جمله تدبیرهایی است که در زمان استقلالیت عملی گردید. نوسازی راه دوشنبه چناق که از لحاظ استراتژی ماهیت خاص را دارا بوده، پیوندگر جنوب و شمال مملکت محسوب می‌یابد، از جمله ابتکارات ذکر شده است. طبیعی است که راه‌های بنیادگردیده نگاهبینی منتظم را با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی تقاضا می‌نماید. با نظرداشت این، حکومت جمهوری تاجیکستان نگاهداری راه دوشنبه چناق را در اساس شرنامه کنسیسیونی به ذمه فیلیال شرکت سهامی اینوویتد راد سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان واگذار نمود. ضرورت عملی نمودن اقدام مذکور پیش از همه به خاطر نگاه داشتن وضع راه و راه ندادن به ویران شوی آن است، زیرا برابر خرج مبلغ زیاد برای بنیاد راه همزمان برای نگاه داشتن آن نیز مبلغ زیاد لازم است. تعمیر کلی راه مصرف زیاد داشته، در این زمینه راه پوره از نو اعمار می شود. اینچنین با راه اندازی فعالیت در سطح خوب و صفت بلند از جانب فیلیال شرکت به مسئله آبادانی که در نوبت اول به تأمین بی‌خطری مسافران و رانندگان ربط دارد توجه خاصه ظاهر کرده می شود. تعمیر و تجدید در راه و قسمت های آن در فعالیت فیلیال شرکت دلیل واضح مسئولیت شناسی است. از جمله از جانب فیلیال شرکت همساله زیاده از 100 کیلومتر تعمیر جاری و بیش از 50 کیلومتر راه پورا نوسازی کرده می شود و این روند زیر نظارت دائمی راهبریت فیلیال شرکت قرار داشته، در صورت با وجود آمدن ویران شوی کوچکترین در مسیر راه پی رفع آن چاره های بی تاخیر اندیشیده می شود. امروز ها در مسیر دوشنبه چناب در سه منطقه ورزاب، زرفشان و سوخت با استفاده از تکنیک و مکانیزم های زمانوی تعمیر قیده های خرابگردیده راه با سطح و صفت بلند ادامه دارد. سال روان در منطقه ورزاب 15، در منطقه زرفشان 14 و در منطقه سوخت زیاده از 15 کیلومتر راه پورا نوسازی کرده می شود. در این برابر تعمیر جاری نیز ادامه دارد. امسال ما در نقشه داریم که زیاده از 30 کیلومتر راه را تعمیر کنیم، 15 کیلومتر را پورا مفرش میکنیم. زیاده از 20 عدد تکنیکای مخصوصی عذر زمان کار میکند، زیاده از 45 نفر عذر متخصصانی که تجربه دارند همین کار خطی مشغول هستند. مسئولان شرکت میگویند در سال روان دایره فعالیت در سمت تعمیر راه وسیع گردیده، با این مقصد زیاده از 30,000 تن اسفالت خرج خواهد شد. از این نشان داد 23,000 تن اسفالت برای تعمیر راه در منطقه سوخت استفاده می شود. زیاده از 250,000 متر مربع موضوعی که در همین شهر بستان چناق در اداره نمایندگی وابسته شدگی است تعمیر طلب می باشد. این مساحت زیاده از 13 کیلومتر را تشکیل می کند. تصمیم گرفتیم امسال تعمیر را از کیلومتر 368 نوحیه مسجد آغاز نماییم. در آینده نزدیک پورا نو نمودن اسفالت راه از مقصدهای اساسی راهبریت فیلیال شرکت محسوب می شود. مهمتر از همه برای تعمیر راه متخصصان حرفه‌ای و تکنیک و مکانیزم های زمانوی جلب شده، سه کارخانه استحصال اسفالت مربوط به فیلیال شرکت در توسعه این روند سهم بارز دارند. نمایندگی منطقه زرفشان شرکت سهامی اینویتد راد سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان نگهداری 87 کیلومتر راهی بین المللی دوشنبه چناق را به عهده دارد. عین زمان از کیلومتر 86600 تا کیلومتر 89150 تعمیر کلی راه در مسافه 3 کیلومتر زیادتر
با انجام رسانده شده استوده است. یادآور میشویم که فیلیال شرکت در مسیر دوشنبه چناق نگاهداری 358 کیلومتر را دو نقل 24 گالریا و 38 پل را به عهده دارد. در ناحیه بلجوان در دایره وسعت تدبیرهای آبادانی بخشیده به استقبال جشن سی سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات با سهم صاحبکاران محلی در یکی از دهه‌های کوهدامن جماعت دهات بلجوان راه حدود دهه منفرش گردیده مورد استفاده قرار داده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویه بلجوان بخشیده به استقبال جشن سیومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات صحوی و هنرهای مردمی کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دوره وسعت این تدبیرهای آبادانی برای بهتر نمودن وضع انفراساختار دهات از جمله حل مشکلات رفت و آمد واسطههای نقلیات با ابتکار مقامات اجرا و حکومت دولتی در یکی از دههای کوهدامن جماعت دهات بلجوان با سهم صاحبکاران محلی راه حدود دهه پر منفرش کرده شد. بخشیده به تجلیل جشن سی سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما صاحبکاران اقدام گرفتیم که راههای دهه را منفرش کرده با استفاده قرار دهیم. ساکنان دهه ترکوی جماعت دهات بلجوان از این اقدام خیرخواهانه صاحبکاران بسیار مینادور میبوشند. اسفالت پوش کردن راه دهه در همکاری با متخصصان ساحه و جلب 8 عدد تکنیکای راهسازی صورت گرفته برای با پهنایی از 6 تا 8 متر منفرش کردن این راه اهمیت مالی داشته در حدود دهه بعضی قیده های راه با بلندی 1.5 تا 2 متر با گذراندن کارهای زمینی تخت و هموار کرده شده است که من بعد توسط راه مذکور حرکت همه گونه واسطه نقلات در روزهای بارشات دوره زمستان نیز تامین کرده میشود. امروز با دستگیری صاحبکار حیدرف ارزو در حدود دهه ترکو راه مو فرش گردانده شد که سالهای طولانی این راه در حالت ناگوار قرار داشت. یک سال پیش حالت راه به درجه وزین بکوید خصوصا در زمستان در برف برآمدن نمیشد، در روزه بروندگی دلوی برآمدن نمیشد. اوزاد دوزی مسافر را با هر کدومش با پیش خانهشون باییم با قشلاغ میاریم. راه این دههای کودومان جماعت دهات بلجوان بعد اسفالت پوش کردن تا شورای اساسی حدود نویه مولی استفاده قرار داده شد. طور تاکید شد در دایره نقشه چورابینی سالهای رشد دهات و وسعت کارهای آبادانی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین گروه کاری آید با آمادگی به استقبال شایسته از جشن سیومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سال روان برای حل مشکلات ساکنان در این دههای کودومان به 600 خواجگی پورا با آبی تازه نوشاکی تامین کرده شد. چنین تدبیرهای آبادانی و حل مشکلات اجتماعی ساکنان در دیگر دهات نویه بلجوان نیز ادامه داشته در این زمینه با بنیاد انشاءات نوی تعیناتشان گوناگون تشکیل جایهای کاری و آبادی دهات سطح و صفت زندگی ساکنان روز از روز بهتر میگردد. در خطار دیگر شهر و ناحیه های مملکت در مقیاس ولایت مختار کوهستان بدخشان در دایره قراری حکومت جمهوری تاجیکستان در باره سری وقت آماده نمودن ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات شهر و ناحیه های مملکت برای فعالیت منتظم و ثمرابخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 کارهای معین انجام داده شده، نقشه ذخیره کنی مواد غذایی با صفت در سردخانه ها و انبارخانه ها جهت تأمین منتظم اهالی به راه مانده شده است. گزارش خبرنگاران ما. در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمرابخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 در مقیاس ولایت ستاد ولایتی تأسیس داده شده، علاقه نقشه ذخیره‌کنی مواد غذایی با صفت و دسترس از جمله ارد، روغن، شکر، کارتوشکا، میوه و سبزیجات، کنسروها و دیگر محصولات آذوقه‌واری در سردخانه‌ها و انبارخانه‌ها جهت تامین منتظم اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان براه مونده شده است. از طرف اگنتی ذخیره مواد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان در نویه های دوردست ولایت با مقدار 540 تن ارد، 8 تن روغن، 9 تن شکر و دیگر مواد غذایی ذخیره کرده شده است که این اقدام البته ادامه دارد و در موسم زمستان گذرانی نیز از طرف اگنتی ذخیره مواد دولتی اهالی ولایت تامین میگردد. از حساب صاحبکاران در تمام نواحی ولایت محصولات آذوقه‌واری نیاز مردم
منتظم و سری وقت دسترس میگردد. در حدود ولایت مختاری کوهستان بدخشان علاقه تهیه نقشه ذخیره مواد انگشت سنگ و هیزم در ساحه اقتصادی و اجتماعی ولایت مختاری کوهستان بدخشان تحریزی گردیده و مقدار بیش از 7000 تن انگشت به ساحه معارف و تندرستی و فرهنگ پیش بینی شده است. جهت بهتر و سری وقت دسترس نمودن انگشت برای مؤسسه های اجتماعی در آینده نزدیک کن رونوب در ناحیه درواز مورد استفاده برای قرار داده خواهد شد. در برابر دیگر ساحه های حیاتن مهم جامعه مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای автомобильگرد ولایت مختاری کوهستان بدخشان نیز با موسم تیرما و زمستان سالهای 2020-2021 آمادگی جدی دیده نظر به سالهای پیش پارک تکنیکی مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای автомобильگرد ولایت با ماشینهای صحوی مجهز گردانده شدند. سال سپری شده به مقیاس ولایت مختاری کوهستان بدخشان 37 عدد مکانیزم راهنگاهداری دسترس گردید که این با بهبود بخشیدن کار راهسازان ولایت زمینه مساعد گذاشت. این سال نظر به سال دیگر آمادگی مکانیزم‌های راهنگاهداری برای زمستان از 110 موافق نقشه 120 تن آماده کنند، یعنی قریب اگر خطا نکنم 117 تن تشکیل می‌دهد. در توازن مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای автомобильگرد ولایت مختاری کوهستان بدخشان بیش از 2000 کیلومتر راه قرار داشته، کارهای ساختمانی در راههای اهمیت بین‌المللی در حدود ناحیه درواز جریان داشته، احتمال می‌رود که کارهای راهسازی در قسمت جاده سمت بین‌المللی درواز ونج نیز شروع گردد. این قسمت راه بین‌المللی می‌تواند در سمت عملی شدن یکی از هدف‌های سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان راههای از بمبست کمونیکاسیونی زمینه واقعی خواهد گذاشت. در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری با فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرما و زمستان سالهای 2020-2021 از نوسازی راههای حدود شهر خوروق که در توازن اداره خواجگی منزلی و کمونالی شهر خوروق قرار دارند با جلب متخصصان صاحب تجربه ادامه دارد. آمادگی به دوره تیرما و زمستان سالهای 2020-2021 در دیگر اداره و مؤسسه‌های قلمرو ولایت خوب ادامه داشته، چون این تشبث امکان می‌دهد که تیرما و زمستان در پیش ایستاده را در سطح بلند و بدون یگان مشکلات پس سر خواند کرد. امروز در دهه زرکمر جماعت دهات مسکین آباد ناحیه فیض آباد بنای نوی مؤسسه تعلیمی با تمام شرایط ارزنده تعلیم و تربیت مورد بهره برداری قرار گرفت. گزارش از ناحیه فیض آباد. فراهم ساختن شرایط خوبی تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی به آینده درخشان نسل آینده سازی دولت نقش مهم گذاشته، آنها را وادار می‌سازد که در شرایط مساعد دانش خود را صیقل دهند و در رشد از این هم بیشتر ساحه‌های گوناگون سهمی نظررس گذارند. بهر تطبیق هدف‌های سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، انفراستراکتور ساحه معارف در شهرک و دهات ناحیه فیض‌آباد باز هم بهتر و خوب‌تر گردانده می‌شود. در دایره اقدام‌های سازنده در دهه کمر جماعت دهات مسکین آباد بنای نوی تعلیمی در نزد مکتب رقم 26 به استفاده داده شد. پیشترکی که اونها فاسوده بود شرایط خوبی دست داری نبود و شماره زیاد شده خوانندگان لازم آمد که امروز در نزد مؤسسه تصویر 26 باز یک بنای نوی ساخته شود. از طرف مقامات اجرای حکومت دولت نوی فیض آباد، از طرف صاحب کاران، سخاوتمندان، مخصوصا مردم شهروند دهه زرکمر و با یاردن کمکی به واسطه هیئت آموزگاران کارمندان مؤسسه تثبیت امید رقم 6 این بنا ساخته و استفاده داده شد. انشاءات نوزمانوی برای خوانندگان دهه زرکمر تحفه ارزنده در سال نوی خانیش به حساب می رود. بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 در حالت صدموی قرار داشت و در دایره تدبیرهای آبادانی پورا تعمیر و نوسازی گردیده، در نزد آن باز 5 سیمخانه نوی تعلیمی برای 240 خواننده مورد استفاده قرار داده شد. میز و کرسی و دیگر تجهیزات و لوازمات ضروری در سیمخانه های نوی تعلیمی دسترس گردیده است. از 32 انشاءات نقشوی در ساحه معارف 5 مکتب و در نزد 4 مؤسسه دیگر نیز 16 سیمخانه نوی ایلاوگی مورد استفاده قرار داده شد. عینی حال در دهه نوبنیادی ناحیه فیض آباد با سهم صاحبکاران و شخصان خیرخواه ساختمان بنای نوی مؤسسه تعلیمی برای 300 نفر خواننده در نزد مکتب رقم 42 تعمیر و نوسازی 3 سیمخانه نوی تعلیمی ادامه داشته تا آغاز سال نوی خوانیش پورا مورد استفاده قرار میگیرند. آموزگاران ناحیه عبدالرحمن جامی با دستگیری مقامات محلی و کمیته پدر و مادران کارهای تعمیری و آمادگی را انجام داده، مؤسسه های تعلیمی را برای آغاز سال نو خوانش آماده کردند. ادامه موضوع در گزارش تبرعلی صاحب نظر.
اهلی آموزگاران و معارفچیان ناحیه عبدالرحمن جامی برای آغاز سال نو خوانش 2020-2021 آمادگی دیدند، بنا و سیمخانه های مؤسسه های تعلیمی را از تعمیر برآوردند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه، تعمیر و مساعدگردانی سیمخانه، بنا و اطراف مؤسسه های تعلیمی برابر مبلغ های بودجتی همزمان با دستگیری کمیته پدر و مادران انجام داده شده، موافق طلبات زمان آرا یافتند. اکثریت مؤسسه های ناحیه عبدالرحمن جامی امروز از تعمیر خوش صفت برآمده، آماده تیاریاند که امروز خوانندگان را به مکتب یعنی به خوانش جلب نماییم. بنایی که در آنجا شعبه معارف فعالیت دارد، هر سال یک مرتبه تعمیر خوش صفت کرده، رنگ آن را دیگرگون کرده استودیم. در ناحیه عبدالرحمن جامی 64 عدد مؤسسه های تعلیمی فعالیت داشته. طبق نقشه چورابینی های شعبه معارف در دایره اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور، آموزگاران در یک جایگی با والدین خوانندگان کارهای آبادانی و سازندگی را در اطراف دبستان ها انجام می دهند. بخصوص رنگ و بار قسمت بیرونه بناها، هموار و اسفالت‌پوش کردن راهروها، دروازه و با پنجره آرا دادن درآمدگاه و اطراف مؤسسه، کبودی‌زارکنی و گلشینانی، اینچنین چراغانکنی صحن بناهای تعلیمی برای آبادی و خورمی محل مساعدت نموده است. علی آموزگاران تعلیمگاه های ناحیه عبدالرحمن جامی زمین های نزد مؤسسه ها را مقصدناک مورد استفاده قرار داده، حاصل فراوان محصولات گوناگون را به دست می آورند. در ناحیه عبدالرحمن جامی زیاده از 64 تا، یعنی 63 تا مؤسسه تعلیمی و یک تا لیسه رقم یک جایگیر شده گی، زمین های نزد مؤسسه های تعلیمی امروز خورم استفاده برده شدند. امروزها آموزگاران با انجام دادن کارهای تعمیری و پردازگری، بجا بجا گذاری میز و کرسی و دیگر ایونیت‌های درسی مشغول بوده، آماده‌اند که با آغاز یافتن سال نو خوانش، محصلین را در سیمخانه‌های تازه و آزاده قبول نموده، برای روند ثمره‌بخش تعلیم از امکانیت‌های موجوده به طور وسیع استفاده نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه عبدالرحمن جامی برای برنامه اخبار. از شماره عمومی گل و گیاهایی که در جمهوری تاجیکستان میرویند بیشتر از 1200 نامگوی آن شفابخش میباشند. عین زمان در جمهوری تاجیکستان 36 کارخانه استحصالی داروباری و مالهای طبی فعالیت دارد که از این شماره فعالیت 15 کارخانه با کارکرد گیاهای شفابخش و بست و بند نگرانیده شده است. شرح اهل دین نورالله دایر با کارکرد گیاهای شفابخش در تاجیکستان. در دایره ذخیره و امکانات موجوده برای ترقی دادن ساحه صنعت در مملکت پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. در ارتباط با تقویت بخشیدن صنعت داروسازی در تاجیکستان با استفاده از گل و گیاهای شفابخش سرشموره که در مملکت می روید، امکان مساعد برای تأسیس چنین کارخانه ها موجود هست. همزمان در شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه های مملکت کارخانه های زیاده با استحصال مواد داروباری و کارکرد گیاهای شفابخش مشغول هستند. عین زمان در جمهوری تاجیکستان 36 کارخانه استحصال داروباری و مالهای طبی فعالیت دارند که از این شماره فعالیت 15 کارخانه با کارکرد گیاهای شفابخش و بستوبند نگرانیده شده است. طبیعت ناتکرار مملکت دارای 4513 نامگوی گیاهای شفابخش بوده، از آنها 1200 نامگویش شفابخش می باشد که امروزها در طب خلقی وسیع استفاده برده می شود. موافق معلومات متخصصان ساحه فارماسیوتی تا به امروز 75 نامگوی گل و گیاهای شفابخش نیز در طب معاصر استفاده کرده می شود. با اندیشه طبیبان تبوبت با گیاهای شفابخش نظر به داروهایی که در نتیجه کارکرد تیار کرده می شود افضلتر و خصوصیت زود شفابخشی دارند. متخصصان اظهار می دارند که بیماری های دل و رگ های خونگرد، عضوهای هاضمه، راه های نفس، پوست، گرده، اورولوژی و دق نفس را توسط گیاه درمانی تبوبت کردن ممکن است. گیاهای شفابخش که امروز در جمهوری تاجیکستان میرویند تاثیر خوبی دوامبخشی دارند و برای مردم دسترس میباشند. امروز گیاه درمانی در تمام دولت های پیشرفته دنیا به طور وسیع براه مانده شده است. وقتی آن رسیده است که مؤسسه های عالی تعلیمی و کسبی با نظرداشت طلبات زمان معاصر با آماده نمودن متخصصان داروسازی بیشتر توجه ظاهر نمایند. از جانب کارمندان و متخصصان خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برای کارکرد گل و گیاهای شفابخش وطنی تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است.
آینده نزدیک در اساس نقشه چوربینی ها با مساعدت خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شماره کارگران و نوعهای دیگری مواد دارویی از گیاهان شفابخش آماده کرده می شود. برای حفظ اقتصادیات و بازار داخلی و سلامتی شهروندان واردات مال و محصولات پسیفت و ضرروار پیشگیری کرده می شود. رئیسات منطقوی گمرک در ولایت سوخ در دایره حفظ منفیت های اقتصادی و امنیت آذوقه‌واری ضمن گذراندن عملیات گمرکی یکچند حالت واردات غیرقانونی مال و محصولات را آشکار و پیشگیری نمود. گزارش روزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت تمام چاره‌ها را عملی می‌نمایند که پیش راه قاچاق و وارد غیرقانونی مال و محصولاتی که طبق قانون منع است به اقتصادیات ضرر می‌رساند و به حیات و سلامتی شهروندان خطرناک می‌باشند گرفته شود. ایده از سوی کرون و شخصان علیحدہ کوشش می‌نمایند که مال و محصولات را بدون به رسمیت ضروری گمرکی غیرقانونی با مقصد به دست آوردن فایده وارد نمایند. دوام یک ماه اخیر از جانب کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخ هنگامی گذراندن عملیات های گمرکی یک چند حالت های قانون شکنی یعنی واردات غیرقانونی مال و محصولات پیشگیری و آشکار کرده شد. نماینده جمعیت دارای مسئولیت محدود استانا و که عبدالجلیل شریفوف کوشش نموده است که به حجم و ارزش کلان مجموعه لباس حربی را در قطار محصولات مصالح بناکاری مال و محصولات نیازی اول و تجهیزات تکنیکی روزگار که از فدراسیون روسیه توسط ماشین بارکشان انتقال داده است پنهانی از نظارت گمرکی غیرقانونی با راه قاچاق وارد نماید. گروه فوری رواسط منطقوی گمرکی آشکار نمود که در 44 قطعی 440 جفت شیمی کستومی حربی برای افسران و کورسانتان، در 6 قطعی 60 جفت لباس حربی برای حیات افسری بدون نظارت گمرکی با استفاده حجت های ساخته طبق دکلاراسی صادراتی همچون لباس مخصوص ساختمانچیان نشان داده وارد کرده می شود. این عملی صاحب کار و جمعیت دارای مسئولیت محدود استانا و که خلاف قانون های عمل کننده و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره واردات خرید و فروش سرو لباس حربی و مخصوص ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق می باشد که طبق این قرار واردات این محصولات منع است و ترتیب واردات خرید و فروش سرو لباس این نهادها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده می شود. همچنین ارزش 500 جفت مجموعه لباس حربی 194200 سومانی را تشکیل می دهد. با قرار سردار ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت نسبت نماینده شرکت استانا و که شریفوف عبدالجلیل رحمانویش در اساس ماده 289 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با عیب بدون نظارت گمرکی پنهانی از نظارت گمرکی یا با راه فریب استفاده کردن حجت های گمرکی یا دکلاراسیه نکردن یا دکلاراسیه کنونی نصحه پرونده جنایی آغاز کرده شده با پرکراتوری ولایت سوخ ارسال گردیده است. کارمندان ریاست منطقوی گمرکی ضمن عملیات گمرکی در حدود ناحیه سپیتامین راه افتومبیلگرد خوجند دوشنبه انتقال 230 کیلوگرم گوشت کله چاروای کلان شاختار را به شهر دوشنبه پیشگیری نمودند که ساکن دهه اونجی ناحیه باباجان غفوروف مرادجان حاجیبایف میخواست برای فروش فرستاد. نام برده خلاف طلبات قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری و درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان به این عملی فروش و معاملات این محصولات غذایی منشوده دست داده است. همچنین ترکیب این محصولات از روی نتیجه های تشخیص آزمایشگاه میکروبیولوژی و باکتریولوژی و معیارهای پیشگیری سرایت‌یابی موافقت نمی‌کنند. طبق خلاصه ریاست کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت استعمال آن به سلامتی انسان خطرناک بوده باعث پیدا گردیدن کسلی‌های روده و معده می‌گردند. طبق خلاصه مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت 80 کیلوگرم روغن رستنی نخل از روی نتیجه های تشخیص های ارگانولیپتیکی موافقت نمی کنند. مهلت استعمالشان گذشته است. استعمال آن به سلامتی انسان خطرناک بوده سبب پیدایش کسلی های معده و روده می شوند و معاملات فروش چنین روغن رستنی خطرناکند. ضمن عملیات گمرکی شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی های گمرکی در شهرهای افتومبیلگرد خوجند دوشنبه در حدود ناحیه سپیتامین در 250 قطعی وزن هر یک 20 کیلوگرمی جمع 5 تن روغن رستنی کاکوس در 4 قطعی 80 کیلوگرم روغن رستنی نخل آشکار و پیشگیری کرده شد که ساکن شهر استرافشان ابراهیموف اهرامجان بهراموویچ در ماشین با رقم های ترانزیتی از جمهوری قرغیزستان به حدود تاجیکستان بدون نظارت گمرکی غیرقانونی با راه قاچاق وارد نموده است.
ساکنی دهی اسپیسال نهی با بجانگفروف روزیبایی و منظوره باشد. در دو ماشین به حجم 6 تانه 279 کیلوگرم ترمیوه های سیتروسی افلیسون را از جمهوری قرقیزستان با راه غیر رسمی انتقال داده است که طبق سنجش آزمایشگاهی معلوم شد که در ترکیبش ماده های خیمیوی نیترات از معیار زیاد بوده برانگیزنده کسلی های زنبورقی می باشند. نسبت همه انتقال دهندگان غیرقانونی این مال و مسلات در ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت پرونده های جنایتی آغاز و به پراکوراتوری ولایت سوخت ارسال گردیدند. کشتی تکراری زراعت کشاورزی و سبزوات در ناحیه دوستی برزیاد تأمین کرده شد. اهل زحمت ناحیه با استفاده درستی زمین در تأمین امنیت آذوقه‌واری سهم می‌گذارند. گزارش خبرنگاران ما. کشاورزان ناحیه دوستی از آن که در بهره‌برداری از هر وجب زمین کرم نشاندادهای نظررس دارند شبهه‌ای وجود ندارد. سبز و خورم بودن حدود مرزی ناحیه دوستی خود دلیل به بحث زحمت قرین بودن کشاورزان ناحیه را ثابت می‌نماید. در میدان‌های خالی شده جماعت دهات نور وحش خوجگی به نام اشبیک ستاروف طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان کشتی تکراری زود انجام داده شده است. در ناحیه دوستی با دلیل نسبتاً گرم و مساعد بودن آب و هوا در یک سال براحت دو سه مرتبه حاصل به دست میارن. کشتی تکرار همیشه به روز دوام دارد. برای مکه دان کشتی تکرار با برای من کرم و نیال تیار کرده استیم. شولی و من پولیز را جمع واریش کرده من بازار را براورده فروخته جایش را با برای مکه دان لوبیگی لوبیگی زراعت میکاریم. جای گندم و سبزیجات همگی 250 هکتار نقشه کشت تکراری در ناحیه دوستی 6700 گیکتر پیشبینی شده است. دهخانان ناحیه دوستی در 3500 گیکتر زراعت لوبیاگی، پولیزی تکراری و زراعت تکنیکی کشت نمودند. اکنون باز دهخانان سرگرمی کردند. در جماعت های دهات بیسالگی تاجیکستان نور وخش، جماعت دهات بنامی گردی گلمرادو و دهخان آباد ناحیه دوستی در مساحت قریب 1000 گیکتر پولیزی کردند. حاصلنوکی میانه تربوز و خربوزه در ناحیه دوستی سالهای گذشته 250 سنتنری بود. موسمی روان سهمداران از نشونمای خوبی پولیزی و استفاده تخمی های جدید قناعتمندند. در کیده های خالی شده پیاز و گندم، باز، لوبیا، جواری مکه دان و دیگر نوی سبزوات کشت میکنند. در نوی شهرستان با مقصد استفاده با ثمر زمین بعد از جمعواری حاصل غله کشتی تکراری زراعت کشاورزی و سبزوات گذرانده می شود. اکثر مزرعه های کشاورزی نوی شهرستان ولایت سو در دامنه قطارکوی ترکستان جایگیر بوده بنابر کمابی جهت کشتی زراعت های کشاورزی از جمله گندم و جو خیلی سازگار است. از همین خاطر کشاورزان همه شکل های خواجگی داره کوشش به خرج می دهند که توسط غله کاری همزمان ساحه چارواداری را نیز رشد بخشیده برابری زیاد گرداندن گوشت و شیر خوش صفتی چاروهای جمعیت را نیز تامین گرداند. با این مقصد تیرماه سال گذشته و بهار سال روان اهل محنت مؤسسه دولتی خواجگی جنگل خواجگی های تخم پروری و نیول پروری سهامداران 2330 عدد خواجگی های دهقانی جماوی انفرادی و اویلوی کارگران و اجاره کنان 14 کپلتی استحصالی تجارتی و صاحبان خواجگی یاردرسان پرزیدنتی در میدان 11230 گکتر با استفاده از تخمه های سرحاصلی به شرایط محل مطابق گردیده کشت غلادانگه ها دایر نموده امروز معرکه درو را وسعت بخشیدند. برای در مهلت های معین گردیده جمع آوری ذخیره گرداندن گندم و جو با دستگیری مقامات اجرای حکومت دولتی و ریاست کشاورزی نوحه شهرستان 36 کمباین غلادرو 17 تجهیزات تایبندی 10 عدد نقلیات گوناگون تمغه بارکش و خوشاغوندار آماده کار بوده. با جهد و تلاش پیوسته مکانیزاتوران و کارگران خواجگی ها همه روزه 155 هکتار غلهزار طبق طلبات قاعده های پیشرفته اگروتکنیکی درو کرده و تایبسته می شود. این عمل در همه خواجگی ها ادامه یافته. در صف پیش سبقت ناحیوی کارگران و اجاره کنان کپریتیو استحصالی تجارتی به نام مردم خور شکروف قرار دارند. آنها با جلب تکنیک های مختلف همه روزه غلهزار در زمین های از گردش کشاورزی برآمده و تل و تپه ها رسیده را با صفت بلند در ویدوی ذخیره کرده ایستادند. نتیجه مهنت پرمحصول کارگران و سهمداران و مکانیزاتوران است که تا امروز در ناحیه به اندازه 18000 تن خوشاک درشت جمع‌آوری و ذخیره کرده شده است. سال جاری کشاورزان ناحیه 11230 هکتار کشت غلهدان کشت نموده است که در عین حال در روی غله آغاز یافته است. تا امروز 1618 هکتار درو شده. در مزرعه های از حاصل خالی شده جهت تامین و ذخیره محصولات زمستانه بیشتر کشت زراعت خوراک سبزی چوربا، سبزی شلغم و ماش و تور کشت کرده می شوند. مزبود بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار.
بانوان ناحیه خراسان از حساب زمین های نزدی حولگی اشان سمرانوب استفاده برده برای کنسر و کنی سبزوات و میوجات قریب که از بازار خرید نمی کنند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. زنان و دختران هنرمند ناحیه خراسان با کنسروکنانی سبزوات و میوه‌جات مشغول بوده، با زمستانی در پیش ایستاده آمادگی همه‌جانبه دیده ایستادند. در نتیجه کاربری درست مسئولین دخلدار ناحیه، این تدبیر در همه جماعت‌های شهرک و دهات خیلی خوب راه‌اندازی گردیده، ساکنان از امروز برای فردایشان موادهای غذایی را ذخیره می‌نمایند. خلای رانو به همه فرزندان و کلین ها ان همین طور کنسروکنانی میوه و سبزیجات را آموزونیده است. مثل اویلای اشروف ها در ناحیه خراسان دیگر زنان و بانوان نیز از میوه ها شربت و مربا و از پمیدار و بودرینگ، بلغاری و بایمیجان و دیگر سبزیجات خورش و غذاهای گوناگون آماده نموده برای زمستان گذرانی ذخیره نموده ایستادند. ای بازار نمیخریم، ای خمون استفاده میبریم. مقصد بو خشتوارد میتیم، تقسیم میکنیم. بانوان این خاندان با همه کنسرو چه با خبر شده قریب زیاد از 300 بانک را برای زمستان خود آماده ساختند. زنان ناحیه از حاصل زمین های نزدی حولگی شان ثمرناک استفاده برده، اکثر آنها برای کنسروکنانی سبزیجات و میوه‌جات قریب که از بازار خرید نمی کنند. برای دو سال ذخیره نمودن کنسرو ها و اینچنین تمت و ورنی ها که از حساب خودی زمین های نزد حولگی و خواجگی های دهقانی های که مردمی ما دارند از آنها ذخیره کرده استادن که دو سالی خش را با اینها محصولات را تامین کنند. بانوان جماعت دهات غلاباد از هر وقت دیگر امسال به زمستان آمادگی جدیدتر دیده ایستادند. اگر سالهای پیشین 100-150 بانکه محکم میکردند، امسال باشد تا 200-300 عدد کنسرو ذخیره کرده ایستادند. برای ذخیره نمودن این مواد خوراکی امروز زنان و بانوان بسیار جلب کرده شده ایستادند، هوسمندند آنها. با کدام خانه که از وارد نگردید مشغول می کارند دختران. زنان و دختران ولایت خطان این شب روز خیلی هم سرتردد هستند. هرچند آنها صدها عدد بانکه ها کنسرو کرده اند، اما همانا تصمیم دارند که با پورا پخته رسیدن انگور، بیهی و خورما باز هم مربای و نوشابه آماده نمایند. خدادادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. در سمت تامین هموطنانمان با جای کاری دائمی مسئولان شرکت های ساختمانی منصوب به صاحب کاران تاجیک در شهر و ولایت های فدراسیون روسیه سهمی نظر است دارد. در کشور کراسنودار هموطنانمان با جای کار تامین می باشند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. هموطنان ما بیشتر در ساختمان بناهای استخاماتی و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق شهر و ولایت های فدراسیون روسیه با احساس مسئولیت و سطح بلند کاردانی فعالیت باثمر دارند. در شهر تمریوک کشور کراسنودار طول چند سال اخیر از جانب کارگران متخصصان شرکت های ساختمانی صاحبکاران مقیم این منطقه فدراسیون روسیه ده ها بناهای خوشتر و زمانوی بنیاد کرده شده، همزمان در ساختمان انشاءات دیگر هموطنان ما فعالانه شرکت دارند. تاجیکانی برمارزی در اینجا با کار و فعالیت تامین کرده ایم. از طرف شرکت مدد ما اینجا کار و فعالیت میکنیم. با جای کار تامین کردن هموطنان ما طبق شرطنامه های همکاری صورت گرفته، برای آنها شرایط ارزنده فعالیت فراهم آورده شده است. تأمین حقوق و منفعت هموطنانمون از طرف مسئولان شرکت های ساختمانی کفالت داده شده، حجت و اسناد ضروری کارگران متخصصان سری وقت و در اساس مقررات قانون های عمل کننده کشور اقامت آماده کرده می شوند. هموطنان ما طول فعالیت بسیار ساله در بنیاد انشاءات گوناگون تجربه زیاد اندوخته، دیگر شرکت های ساختمانی نیز برای آنها کاری موافق پیشنهاد می کنند. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از کشور کراسنودار فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. اویله بقای دولت و جمعیت بوده، پایدیواری تربیه نسل نوراس محض در آن گذاشته می شود. یکی از مسئله های مبرم امروز جامعه بنیاد اویله سالم و تربیه نسل آینده ساز به شمار می رود. گزارش در این خصوص. اویله در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در آن تشکل می‌یابد. نقش کلیدی اویله همچون یک جزئی اساسی جمعیت در تربیه فرزند سالم با معرفت و وطندوست بسا کلان است. برای سالم بودن اویله ها رفع کاسته‌شوی معرفت اویله‌داری تلاش دولت و جمعیت و خود شهروندان نظر است می‌باشد، چونکه اویله
همچون مکتب اولین روزگار برای حفظ صاحب استقلالی دولت و جامعه شهروندی معاصر نقش نظررس دارد. با مقصد به حیات مستقلانه آمدن آمدن جوانان و پیشگیری از عاقبت های ناگوار خرافات پرستی در ناحیه رودکی با اشتراک نمایندگان کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آموزگاران و فعالان ناحیه رودکی جمعامد دایر گردید. گفته شد که مهمترین کاری که انسان در حیات خود انجام می‌دهد این بنیاد اویله سالم و نمونوی میباشد. محبت و احترام یکدیگر در اویله بزرگترین و مقدسترین رسالت اجتماعی میباشد. ملت تاجیک در تشکیل اویله و مناسبت بین اعضایان اویله مکتب بزرگ خود را داشته در تربیه فرزند سالم با معرفت و وطن‌دوست نقش کلیدی اویله همچون جزئی اساسی جمعیت با ساکلان میباشد. محمد مومنزاده، بهادر رسنزاده، برای برنامه اخبار. بیننده های گرامی، چونین بودن خبر و گزارش هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. خیر، سلامت باشید.